آخه میدونید من اصلا بچه شیطونی نیستم. اینو باور کنید، اینقدر دلم میخواست الان پیش شما نشسته بودم و تماشا میکردم. بگید چرا؟ میدونید چرا؟ برای اینکه فروه که میبینید زندگی منه، زندگی حقیقی من. این فیلم از روی فیلم های فرنگی از برگردون نکردم. این فیلم یه سیدادشت واقعیه، امیدوارم خوشتون بیاد. آها، راستی یادم اومد، یه روزی تو فیلم برداری که داشتن ازم فیلم میگرفتن راست راستشی آتیش گرفتم، تمام بدنم سوخت. حالا از اداره راهنمایی، مخصوصا جناب سروان رکنی که اون روزی فوری منو بردن مریضخونه و تمام بدنم رو بانپیچی کردن و دوای آمپول به هم دادن تشکر میکنم. دلم میخواد همه جناب سروانا مثل جناب سروان رکنی خوب باشن. یه بخشی سر شما رو درد آوردم، من بچه پرحرفی نیستم و اما این فیلم چون سرگذشت منه اینه که خیلی بلا به سرم آورده. این یه زندگیه که پدرم برام درست کرده. امیدوارم همه شما از این فیلم راضی باشید. همونطور که مادر کوچولو بهتون تعریف کرد، این فیلم یک داستان حقیقی از زندگی یک انسان واقعیه. انسانی که در مقام طبابت تمام عمرش رو وقت امور خیریه و کمک به مردم کرده و حالا به خاطر نجات بیماری از مرگ با زن و یک دوی فرزندش به طرف شمال در حرکته. ولی مگر کسی از بازی روزگار اطلاعی داره؟ کسی چه میدونه که چه سرنوشت دردناکی در انتظار این پزشک عالی قدره؟ شما میدونید؟ ما هم آگاه نبودیم، ولی وقتی کتاب زندگی این انسان مردم دوست رو باز کردیم، هنوز برگی از دفتر زرین زندگی رو نخونده بودیم که صفحه تاریک در مقابل چشمان ما قرار گرفت. البته این کتاب در اینجا بسته نشد. هر برگ آن ماجرای شورانگیزی در برداشت که مایه اصلی داستان این فیلم قرار گرفت. داریم بیریم پلو دایی جون. خب از پیش دایی جون کجا میریم؟ هیچی، داری رو آمپورش میزنیم، بعدش هم با هم میریم کنار دریا. پاپا، دریا رو از چی درست میکنن؟ دریا رو نادر جون، دریا رو بابا جون با آب درست میکنن. پاپا جون، دریا رو چی درست میکنه؟ دریا رو بابا جون خدا درست میکنه. پس اگه آبش کثیف بشه با چی میکشن؟ آبش؟ دریا بابا هیچ وقت آبش کثیف نمیشه. و عجله کنید، یه ماشین افتاده تو در رو آتیش گرفته. کجا این اتفاق افتاده؟ همین چند کیلومتری پشت اون تپه ها. اشتباه نشد؟ نه، من خودم دیدم. شما میتونید ما رو راهنمایی کنید؟ بله قربان. بسیار خوب، بیام بالا. اونجا هستم و مثل اینکه ماشین شد اونا؟ همشون به کلی از بین رفتن، از همینجا پرد شدن. گرد بارم که خبرنگار سرویس حوادث ما اطلاع می‌دهد، آقای دکتر حقی که یکی از پزشکان نوپرور و برجسته کشور بودند، روز گذشته هنگامی که برای معالجه برادر خانمشان عازم شاروس بودند،
بر اثر بریده شدن ترمز اتومبیل بازم شماها چه خوبی های دکتر یادتون نره. بیاین تو خونه ببینیم چه خبره. هنوز ختم اون مرحوم برگزار نشده یه مش لاشخور به جون هم افتادن، دارن سر مال و منالش با هم چونه میزنن. خدا بیامرزش، بازم خدا بیامرزش. هیچ کس دیگه نمیتونه جای اونا رو بگیره. خدایا این چه بلایی بود که برای اونا نازل کردی؟ هی بابا خوب اتفاق، هی بابا خوب اتفاق دیگه میفته. جلوشی که نمیشه یه رو. ولی من یه عقیده‌ای دارم، میگم از دست ما که کاری ساخته نیست، پس بهتر زودتر اموالش رو صورت برداری کنیم که آخ از بین نره. این حرفا رو اصلا نزنی، بیچارا هنوز بوشون توی این خونه میاد، هنوز سایه اونو از سر این خونه کم نشده. منظورتون رو نمیفهمم. مرد تموم شد، هرچی بشه چه بهترش که همین حالا بشه. آیه صادق خان، آخه من که نمیتونم از کار زندگیم بیکار بشم و منتظر سالگردش بشم. تازه از کجا معلوم که اگه ما صبر بکنیم اموال شیف و میل نشه؟ من یکی که از حق خودم نمیگذرم. خیلی متاسفم، من که به امو احمد خان وکالت میدم. منم به احمد خان وکالت میدم. منم به احمد خان وکالت میدم. برادرش دکتر کشته، حال خودش هم دستبردار نیست. ولی این حرف از فامیل ما به دوره. کسی که تمام عمرش رو وقت کارهای خیر و کمک مردم میکرده، حالا در اثر حادثه خودش و زن بچهش از بین رفتن، ما به جای اینکه بیایم از این مرحوم تجلیل کنیم، تعریف کنیم، حالا اومدیم دارایشو داریم تقسیم میکنیم. این حرفا رو نزنیم. عیبه. بی خود یک درونی نکن. شما میدونی که دکتر به خاطر برادرتون از بین رفته، حالا اومدی برای من دایه مهربونتر از مادر شدی. اصلا شما برای اینکه موضوع رو ماسمالی کنی این حرفا رو میزنی. حرفای شما شرم‌آوره. حیا نمی‌کنی کنوسی چی نشده مثل مرد خورا تو فکر تقسیم اموالشون هستی؟ من عقیدم اینه که باید زودتر کارا رو یه سره کرد. بله آقای صادق خان، بی خودی آتیش ورد آمده. اصلا شما گرگایی هستید که به لباس میش در اومدید. از کجا معلومه دکتر وصیت نامه نداشته باشه؟ شنیدی این چی گفت؟ می‌بینی؟ داره مغلطه میکنه. اینا همه شوق بازیه. آقایون، بلند شین. چرا حرف نمیزنی؟ این آقا نقشه داره. جوابشو بدی. مگه من عموی دکتر نیستم؟ چرا؟ من از همه شماها به دکتر نزدیکتر نیستم. اینو بدین، من زیر بار این حرفا اصلا نمیرم، از یک دینارش هم نمیگذارم. آره، برای دکتر صورت برداری بشه و بعد تقسیم کنید.
تو رو کشتن هم من میترسی؟ چرا فرار میکنی؟ از من بدت میاد؟ حق با که؟ بد کردم یعنی تقصیر من نبود این زندگیه که منو وادار میکنه از این کارا بکنم یادش دیگاری اون میدم که دیگه از این کارا نکنم آخه زندگی من از این را میتونه ولی بر من لعنت اگه دیگه هیچ حیوانی رو بکشم بیا منو ببخش حاضرم یکی بهتر، یکی قشنگتر برات بکنم هرچی بخوای برات بکنم میفهمم، تو پسر مامانی هستی اینقدر دلم میخواست یه بچه یه پسر مثل تو داشته باشم آخه چرا حرف نمیزنی؟ ببینم، نکنی تو؟ خدا رو پناه تو خوش کن خدا منو لعنت کنه که آهوی تو رو کشتم بیا این تفنگ لعنتی رو میندازمش دور حالا دیگه آشتی کن بیا میدونم تو نمی نفهمیدم دیدی به خاطر تو تفنگمو فروختم بردمت سلیمی چه خوب مامانی شدی ها؟ این خونه کن بگیه مال تو عزیزم جمیله جمیله آه کجایی جمیله بلند شدی چی کار کردم ها پوستشو بکن تا من بیام پوست کندنی نیست این امیده زندگیه آخ عجب بدونی چیه ده بلند شو بیا زن باز دیگه چه شد این کاری کردی؟ بچه مال کیه؟ از کجا آوردیش؟ بچه جنگله، خدا داده بچه جنگله؟ آها یعنی چی؟ آره تو جنگل پیداش کردم اینم بچه که میخواستی این چه کاریه کردی؟ اگه پدر مادرش پیدا میشن چی؟ ناراحت نباش تمام آبادی های اطراف رو گشتم شاید پدر مادرش رو پیدا کنم ولی هیچ کس اونو نشناخت معلوم میشه جنگل بزرگ شده خیلی موهاش بلند بود بردم سرش رو اصلاح کردم تمیزش کردم خودمون نگرش میداری اگه اینطوره کار خیلی خوبی کردی نگرش میداری خودمون بزرگش میکنی مثل چشمان ازش مواظبت میکنم جمیل، با این پیش آمدی که امروز برام شد با خدای خودم عهد کردم که دیگه شکار نکنم تفنگ و قطار فشنگ هم فروختم پس میخوای چیکار بکنی؟ از چه رای زندگی کنی؟ فکرش رو نکن، خدا روزی رسیم اصلا مگه دلت نمیخواستی بچه داشته باشی؟ اینم بچه، اینم پسر دیگه از خدا چی میخواه؟ برم نمازمو بخونم از درگاه خدا بخوام که منو ببخشه نه دست باجا، نه دست، من الان میام بیا قربونه بیا عزیزم، منم دوستت دارم خب بگو ببینم مامانی تو پدر مادر نداری؟ بمیرم برای هیچ کسی یادت نمیاد؟ خیلی وقت گم شدی؟
دلت میخواد من مامانی تو بشم تو پسر من بشی؟ میبرم بازار، لباسای قشنگ قشنگ برات میخرم، هر چی که بخواد واسط میخرم. حالا منو دوست داری؟ قربونت برم. ببین گاو داریم، گوسفند داریم، یاوو داریم، رستم و قلمون هم داریم. اینا همش عزیزم مال توه. وضعی که برام پیش آوردی به هم کمک کن. خدایا من امیدم به توی پروردگارم. وسیله پیش آور که این بچه رو بزرگ کنم. بله، زودتر باید کار یه سره کنیم. من برو چطوری که این موضوع رو ما یه خوده عقب بندازیم؟ ها؟ چطور میشه؟ آخه این چه نمیشه؟ امروز دیگه باید راجع به اموال دکتر آخرین تصمیم خودمونو بگیریم و کار یه سره کنیم. آخه احمد خان، ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، این کار خیلی اشکال داره. چرا؟ مگه ما اقوام نزدیک دکتر نیست؟ بله، ولی مثل اینکه فراموش کردید که صادق خان برادر زن دکتر قاضی دادگستریه. صادق خان برادر زنش، صادق خان پسر عموی دکتره، اما اینو بدونی من عموی دکترم. اگه شما با من موافق باشید صادق خان چی کاره؟ احمد خان راست میگه، چند ماهی هم مرگ دکتر میگذره ما همینطور دوره هم جمع میشیم و کاری سره نمیکنیم. خب بابا جون، اگه ما با هم موافق باشیم صادق خان چیکار میتونه بکنه؟ آیا شما با تقسیم اموال دکتر بین خودمون موافق هستی؟ بله، من که بله. سلام علیکم. عجب خوب همه تون جمعی. ولی باید بهتون اطلاع بدم که بی خود زحمت بکشید. نادر بچه دکتر زنده است. نه، غیر ممکنه. یعنی ممکنه بچه زنده باشه؟ بله، زنده است. در اثر تحقیقاتی که در دادگستری شده، طبیب قانونی از بین رفتن بچه رو تایید نکرده و تا زمانی که وضع بچه کاملا روشن نشه، کوچکترین اقدامی نمیتونید بکنید. نه، اینا حق بازیه. نقشه دیگه در کاره. غیر ممکنه بچه زنده باشه. یعنی میشه یه ماشین از کوه پرت بشه، آتیش بگیره، همه بسوزن، وقتی یه بچه زنده بمونه؟ در بازرسی هایی که شده آثاری که از بین رفتن بچه رو ثابت بکنه به دست نیومده. اشتباه میکنی. بچه اگرم با پدر مادرش نسوخته باشه حتما گرفتار حیوانای جنگلی شده. با تمام این حرفا باید صبر کنید. اگر لازم بشه درباره اموال دکتر تصمیمی گرفته بشه باید منم باشم. ولی اقداماتی شده که بچه پیدا بشه. برای پیدا شدن بچه جایزه بسیار خوبی تعیین کردی. چون خود منم قاضی دادگستری هستم نمیذارم اموال دکتر صغیر حیف و میل بشه. جمیله، جمیله بیا بهت مژده بدم. جمیله یه کار خوبی گیره بردم. جمیله کجایی؟ معلوم میشه قدر این بچه برای ما خون بوده. جمیله، جمیله کجایی؟ جمیله خدا بخش، جمیله کجایی؟ بیا خدا بخش. جمیله خدایا نکنه بچه دوری شده میشه. جمیله کجا رفته بودی؟ جمیله بودو بودو آجا بودی بابا دلم شوزده ساده میرسدم. چه خبرته؟ رفته بودم بازار از بچه لباس بخرم.
قشنگ شده نه؟ ببین بچه نگرداشتن چه سختی هایی داره؟ خیلی مامانی شد، انقدر گشتم تا تونستم این لباس پیدا کنم. ببین چه خوب اندازه شد، مثل که واسه این دوست. آره آره، خواستی شده یا؟ تو کجا رفته بودی خیالم ناراحت شد؟ چه خبره تو هول کردی؟ رفته بودم بازار براش لباس بخرم. جمیل، گوش کن، میخوام یه مژده بهت بدم. یه کار خوبی پیدا کردم. راستی؟ مرگت خدای شکر. الحمدلله. گوش کن، آقای اسلام آذر گفته که برم پایکاریاش رسیدگی بکنم عوضش این حلول خوبی رو آره من همچین مباشرش بشم رسمت خود را خط ببینم سازم این کشورا باد مرنم گر شریزت عرق از کبینم آشنای بر خستگانم دشت سخرا بود آشیانم آشنای بر خستگانم دشت سخرا بود آشیانم خار و زحمت شد برشتم خوش بودیم سر نوشتم بنگر توی باغ و کشت ما باشد این مزرعه بهشت ما بنگر توی باغ و کشت ما باشد این مزرعه بهشت ما راحتی بخش زحمت نصیبم از همه دیگران ناشکیبم آشنای دل خستگانم دشت و صحرا بود آشیانم کار و زحمت شد برشتم خوش بودیم سر نوشتم ای راحت دل قرار جانم روشن بود از تو دیدگانم ای عشق تو من چون چینم زحمت خود را قد ببینم تا زمین کشور و باد و خورنم گر چریزت عرق از درینم آشنای دل خستگانم دشت و صحرا بود آشیانم آشنای دل خستگانم دشت و صحرا بود آشیانم کار و زد شد برشتم خوش بودی بلند خانم ببین من از این حرفا سر بر نمیارم من بچه‌م نمیتونه حرف بزنه میخوام زودتر میگفتی این که غمی نداره یه دعا بهت میدم کم راش میکنی روزی هم دو تا تخم کفتر یکی اول صبح یکی پنج غروب بهش میدی سه چارده مثل بلبل حرف میزنه برات آقا خدا بخش تو میگن آقای بانمکایی هر کاری دلت بخواد میکنی هر کاری دلت نخواد نمیکنی آقا خدا بخش من زبونش وا میشی خانم جون شک به دلت نیاد معلومه که زبونش باز میشه اینا هاش پیداش کرد بشکنیمش
بند واکن، بردش بدی یا واکن. بردش بدی جمیلی، کار داری میکنی؟ چی میکنی بابا جون؟ جمیلی با تو بودم، پرسیدم چی کار داری میکنی؟ کولیه گفته اگه بهش تخمه کفتر بدم مثل بلبل حرف میزنه. خیلی ساده ای، تخمه کفتر هم نگه زبون ما میکنه. بازم مسخره بازیش گل کرد. خوبه خوبه بی خودی کس نگو، کولیه گفته خوب میشه. جانم این چیزا خرافاته، آدم های عاقل به این حرفا عقیده‌ای ندارن. خب بیا بریم تا بهت بگم. الحمدلله از روزی که این بچه اومده تو خونه ما قدمش خیلی بوده و اومد داشت، وضع زندگی ما به کلی عوض شد. راستی جمیلی من امروز یه فکر کردم. یعنی تو میگه تخمه کفتر بدم این دعا رو هم براش کنم زبونش وا نمیشه؟ نه من یه فکر دیگه ای کردم. کارامونو جور میکنیم، همین فردا ورش میداریم میبریمش تهرون پیش یه دکتر خوب. خوب فکر کردی، تهرون دکترای خوبی داره. بعد از مدت ها آرزوی بچه دار شدن، حالا هم که خدا اینو به ما داده طفلی لاله. میریم تهرون تو همون مسافرخونه ای که هر سال میرفتیم، یه چند روزی منزل میکنیم، بعدم میبریمش دکتر، ان شاء الله یه دوایی بهش بدن زبونش باز میشه. ایشالله. خدا کن اینقدر دلم میخواد حرف بزنه. بله 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 چشم اتاعت میکنم. بسیار چشم بهتوت میزن. تو خودت ناراحت نکن، با اقداماتی که شده 90% امکان این هست که هر چه زودتر نتیجه خوبی گرفته بشه. نمیدونم اون که روزنامه ها نوشتن ظاهر حادثه هم نشون میده، میترسم خدای نکرده بچه از بین رفته باشه. نه جانم، زنده بودن بچه برای اداره پلیس مسلمه. من به تو قول میدم پیداش میکنم. تو فکر میکنی اگه عکس بچه تو روزنامه چاپ بشه یه جایزه براش تعیین کنی نتیجه بهتر بگیری؟ اشکالی نداره، اما باید بدونید که مام عکس بچه رو به تمام دوایر انتظامی فرستادیم، ولی متاسفانه هنوز نتیجه خوبی گرفته نشده. به هر حال عیبی نداره عکس بزرگ چاپ کنیم، یه جایزه بیشتر هم تعیین کنیم. البته اگه اشاره ایم بکنید که پلیس همه جا در تعقیب بچه است بهتره. ما اقدامات لازم رو کردیم. به هر حال پلیس همیشه و همه جا برای خدمت و کمک به مردم آماده است. تشکر میکنم. با اجازه. به سلامت. خداحافظ. ماشینم رفت. عیبی نداره، یه خود وای میسیم بالاخره یه ماشین پیدا میشه ما رو تا تهرون ببره. خدا بخش جون دلت میخواد بریم تهرون؟ او قربونت برم. چه میخوای بره؟ خیلی ببخشین، اگه زحمت نباشه ما میخوایم بریم تهرون. سوارشون کن، چمدوناشون هم کاریشو بکن. بیم بالا. چمدون و باخچتون رو بدیم من خودتون بریم بالا. متشکرم.
الله. ماشین شماره 56787 از بیراهه عبور میکنه، فوراً به تمام پاسگاه‌ها خبر بدید. مواظب باشید. تکرار میکنم، ماشین شماره 56787 از بیراهه عبور میکنه، فوراً به تمام پاسگاه‌ها خبر بدید. مواظب باشید. تکرار میکنم، ماشین شماره 56787 از بیراهه عبور میکنه. چه بگیم توی ماشین چی داریم؟ هیچی سرکا، تو سمتی که لباس چیدیم؟ باز کنم سرکا. سوال کردین علتش این بود که زن و بچه رشتیم. افسر، چطوری نگه داریم جا به جا کنیم؟ بله، باید پرپایین زود کاپوت بزن بالا. خب الان اقدام میکنم، چشم بازم، مطمئن باشید. بله خودم همه تون آماده باشید، یه ماشین داره میاد، باید جلوشو گرفت. چشم بازم.
است. گفتم خواب اینقدر زیر نزنید. آقا خواهش میکنم خودی یواشتر بریم. این کار به نفع شما هم نیست. مثل بچه آدم بگو کاریتون نباشه. کاری نکردی؟ واسه چی حال میری؟ صفحه خو بگیم فورا ماشینش رو بگردیم. تو واسه چی برای نگردش داشتیم میرفتیم دیگه؟ بابا اقای گردم کلاب خیلی آرتیسی میرفتیم. آرتیسی نمیرفتیم ها، بنزین کم داشتیم میخورده تو هم میرفته. آره تو بمیدی بنزین کم داشتیم. راستشو بگو چی داری تو این ماشین؟ آه چیزی نداره. ها؟ میخوادی ما رو اینجا نگردشتیم. شکرا شکرا. سم دور با این چند جنوان هم از تو ماشینشون در آوردی. فورا در چند جنوان بخونی. همه دونه ما گذاشته. چرا ما رو بدبخت کردی؟ خدا لعنتت کنه. آخه تو که قاچاقچی بودی چرا تو ماشین ما سوار شدی؟ تو اون رود بیاد. جناب رئیس ما نمیخوا قاچاقچی هم و الا سوارشون نمی کردی. جناب رئیس به خدا دروغه. من تو چمه دونام غیر از شمتی که لباس چیز دیگه ای نداشتم. عجب چیزی نداشتیم. بعدا معلوم میشه این همه قاچاق مالی کیه. همش رو توقیف کنیم. توی دادگستری حقیقت معلوم میشه.
جناب دادستان، تقاضا میکنم دستور میکنیم پرونده بنده رو با دقت بیشتری بررسی کنم. با من بفرمایید قربان. من دستور لازم دادم آقای بازپرس، پیش از اون که شما فکر میکنید دقیق هستم. من کار دارم، حالا باید برم. به هر حال شما ناراحت نباشید، درست میشه. آخه بی خود به من تهمت میزنن، میگن تنیه کشتی. شما رو به خودم خیلی خوب این سایی ممکن میشه. تو بچه میتونیم بریم. اما به من گفتن که باید اینجا بمونم. مگه بهشون نگفتی اساسمون رو عوض کردن؟ چرا؟ پس چرا بمونی؟ چرا گفتم؟ اما گفتن که باید موضوع روشن بشه. آخه من یه زن غریب با یه بچه بی زبون تو شهر به این بزرگی چی کار کنم؟ کجا برم؟ شناختشو برو کارشو بکن. میدونی جمیله، تو برو تو همون مسافرخونه که ما هر سال میرفتیم. یه اتاق اونجا بگیر، اگرم تونستی این بچه رو ببر پیش یه دکتر، تمام ببینم بالاخره وضع چطور میشه. ناراحت نشو عزیزم، خدا بزرگه. سر بیگناه تا پای دار میره، اما بالای دار نمیره. چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چی بگم؟ بدبختی اومدیم تهرون این بچه رو ببریم دکتر، گریه دو دوز به قاچاق چه افتاد، حالا هم پدرشو بیگناه بردن زنده. خدا لعنتشون کنه. من رسوه این بچه شما چه مرضی داره؟ مرضی نداره، فقط حرف نمیتونه بزنه. هی بابا این که کاری نداره، تو این شهر هزار تا دکتر خوبه. اتفاقا من یه دکتر آشنا دارم، اگه دلتون میخواد بریم پیشش. هم خدا عوضتون بده، یعنی میتونی بچه منو خوبش کنی؟ اگه اینطور باشه یه عمر دعاتون میکنم. خاطر جمع باشه آبجی، ما یه نسته خوبش میکنم. خیلی دکتر اسمی دیگه به همه نشد گریه کنم. فرمایید همین بغل در اول شما تنهایی داریم ببینید دکتر ها، بعد من بچه رو میارم تو. خدا بخش جو بلند شو بریم مادر، بلند شو. خدا بخش قربونت برم. ببین همچی خدا بخش جونم بلش اونو بلش باشو عزیزم. نه میخواد بچه رو میدار کنی، بچه مست میشه. شما اول بریم ببینید دکتر ها، بعد من بچه رو میارم. مطبش همین بغل دست درست داره اول. بفرمایید خانم، بفرمایید. خدا اون دوتون بده. Come on, jump!
آقا تو رو به خدا به من کمک کنی، دستم به دامنتون، به داد من برسی. گریه نکنید خانم، اینقدر ناراحت نباشید، ما اقدام میکنیم. الان شما رو میفرستم اداره راهنمایی، اون آلبوم عکس راننده رو در اختیارتون میذارم، شاید از رو عکسش بتونید اونو پیدا کنید، اون وقت به ما خبر بدین تا دستگیرش کنیم. سلام عرض میکنم آقای رئیس، بفرمایید. اینم روزنامه، هم جایزه رو بیشتر کردم، هم عکس بچه رو بزرگتر گرفتم. متشکرم. امیدوارم حالا دیگه پیدا بشه. باز یه بچه‌ای که مال این خانم گم شده، یه راننده اونو دزدیده. جیبی. بله قربان. این خانم هدایت کنید اداره راهنمایی. اطاعت میشه. بفرمایید خانم، اطمینان داشته باشید بچه شما پیدا میشه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. نه، اصلا نشون فرار نشونم دادم. اما نتونستم پیداش کنم. چند نفر شکل اون بودن، اما خود اون نبود. باید توکل به خدا کرد. هرچی خدا بخواد همون میشه. خب با گریه که درست نمیشه. میدونم. آخر چی و تنها توی این شهر به این بزرگی چه خاک سرم بریزم؟ امیدت به خدا باشه. برو تو برو همون کلانتری رو ول نکن تا من بیگناهیم ثابت بشه و بیام بشه. من میرم. اگه شده تمام شهر رو زیر رو کنم اینقدر میگردم تو بچه هم پیداش کنم. اینا دیشه از گونه شماها پا میشه. یه بخچه ها تو سمدونم قاشاق گذاشتیم، منو تو زندین انداختیم، زنمو تو ولایت قربت در به در کردیم. اینا کم بود بچه یه تا پیش محصول من هم از دفتم را جایی نرفته. چی فکرشو نکن؟ فکرشو نکنم؟ شما که خودتون کس و کار نداریم، زن و بچه نداریم، دید و تبار نداریم که بفهمیم منو جمیلی چه حالی داریم. خفش شو، گوش کن برای چی باید میگه؟ تو بلش کن امو، ببین چی باید میگه؟ چی میخواییم بگیم؟ باز چه نقشه‌ای داریم؟ بهش بگو. ببین عبدالله، بچه‌ت الان تو مشت منه. تو مشت تو؟ پس قصد نگرش رو در نره. میگم تو مشت منه، دلت میخواد وازش کنم؟ مشت شما مدت هاست میشه من واز شده. از خر شیطون بیا پایین. میگم دلت میخواد بچه تو پیداش کنی یا نه؟ دیگه به شما مربوط نیست. بریم پی کارتون. عمو کجای کاری؟ اتفاقا اینم به ما مربوطه. همچین لوپ و پوسکنده بهت بگم، اگه دلت میخواد بچه تو پیدا کنی باید پیش بازپرس اقرار کنی که تمام جنسا مال توه. پیش بازپرس بگم قاچاقا مال منه؟ آره. این آرزو رو باید به گور بزنیم. اگه بند از بندم شرا کنم من هم شرفی نمیزنم. میگم پیش بازپرس اقرار کن که جنسا مال توه. اون تاکسی هم که بچه تو برده از همدسته ماست. اگه اقرار نکنی بچه تو که از ذهن میبره هیچی، زنت هم از دستت میره. بچه زندگی منو به هم زدید، زندگی من انداختید، بچه ما دزدیدید، نقشه دیگه هم برام کشیدیم. لباسه تن این طوله باشه، یه اون لباسه رو تنش کنیم بعدم ببریم بندازیم توی زمین. یالا بجو خوب این طوله من تنش میکنم، نه خود نراحت نکنم.
نمیذارم. این توده رو بندازینش تو زیر زمین، اگه باباش میشه با افسوس اقرار نکرد باز زنش هم بدوزین. همین بیزه چه مرکه تاخه بگه اتبه این نون اونم آب گفت کن. من بعد از خدا فقط شما رو دارم. شوهرم بیگناه به زندون انداختم. نه خانم اشتباه میکنم، این اون نیست، این بچه یه ثروتمنده، اسمش هم نادره، بچه شما باشه، اما اون نیست، این بچه یه دکتریه که در راه چالوس گم شده. نه بچه من بچه یه دکتر نیست، بچه خودمه، بچه این رعیت بدبختی که الان تو زندونه. گفتم اینقدر گریه نکنید، این نامه رو که بهتون میدم همراهتون داشته باشین، اگه اون راننده رو جایی دیدین به ما خبر بدین تا دستگیرش کنید. بفرمید. صاحب این ماشین کیه؟ چی کارش داری؟ لعوه میخواد بخره. تو رو به خدا کمک کنید، من دنبال یه ماشینی میگردم. خانم اینجا با تو سرویس ونوس روزی هزار تا ماشین اینجا میاده، من شما دنبال چی میگردی؟ من دنبال یه ذلیل مرده ای میگردم، یه ذلیل مرده ای که زندگی منو به کلی سیاه کرده.
بکنه همین باشه. اینقدر اینجا میمونم که معلوم میشه بالاخره صاحب ماشین کیه. دادگاه رسمی است جناب آقای دادستان، بفرمایید. هیئت محترم قضات، با عرض معذرت، مورد ادعا یک مسئله اجتماعی و حیاتی است. جاه طلبی، سود پرستی، خوی غیر انسانی یک عده بی شخصیت و بی همیت باعث شده که امروز سعادت و سلامت نسل جوان ما مورد تهدید قرار میگیره. سودجویانی هستند که خدا را نادیده گرفته و وجدان خود را به زیر پا میگذارند تا به خاطر پول جوانان ما را نابود سازند. آقایان قضات، این ریشه‌های فساد اگر از بیخ و بن کنده نشوند برای کشور مصیبت عظیمی خواهد شد. بله، با مبارزاتی که میشه باز کوکایی تریاق ملکی چهار عنصر خانمان برباطه و دشمن اراده و قیدت به دست این عناصر خائن به صورت قاچاق وارد میشه و هستی و حیات مردم ساده ما رو به باد فنا میده. هیئت محترم قضات، زمان فرا رسیده که باید همت کرد تا این انگل‌های اجتماع نیست و نابود شوند. خوب توجه بفرمایید، عرایض مرا نادیده نگیرید. این مردم ساده چه گناهی کردند که باید بازیچه دست یک عده از خدا بیخبر شوند؟ پدری با هزار زحمت بچه‌ای رو پرورش دید، بزرگ می‌کنه، بعد از سالها رنج و زحمت وقتی که میخواد از ثمره زندگیش لذت ببره، اون وقت شما جانورهای اجتماع به خاطر پول، به خاطر جیفه دنیایی، نور چشم و عزیز دل او رو به منجلاب فساد میکشید. ملاحظه کنید چه خونسرد و بیخیال در محضر دادگاه نشستن، چطور به فرشته عدالت پوزخند میزنن. اگر امروز داد مردم و بیگناهی را که به فساد آورده شدند از این خیانتکاران نگیریم، فردا در مقابل نسل آینده شرمگین و مسئول خواهیم بود. اینان که تیشه به ریشه مردم وطن ما میزنند. در بازپرسی های اولیه این مرد دهاتی میگه بسته های مواد مخدره را اینها در چمدان بخچه من گذاشتند، ولی در آخرین مرحله بازپرسی در مقابل سؤال بازپرس سکوت اختیار می کنه. آقای رئیس دادگاه، توجه بفرمایید، این دو نفر اگر مدعی هستند که مواد مخدره متعلق به آنها نیست، چرا از دست مامورین فرار می کردند؟ اینها همه دلیل بر مجرمیت آنهاست. من از مقام محترم دادگاه تقاضای اشد مجازات را در باره عاملین ترویج مواد مخدره دارم. عرضی ندارم. بیانات آقای دادستان رو شنیدید. آیین وکلای متهمین، اگر دفاعی دارید بفرمایید.
ماشین بریم، یه خودتون این ترسیم. گوشکن رزا برو بچه را عزیز داریم وردی میبیرون بودو تو تو هم فورا کمک کن فورا جنس رو جمع بکنی چشم و اما تو تو هم خودتو درست کن ای کسی اومد اینجا بگو شوهرم رفته مسافرت فهمیدی یا نه یا نه تو هم برو دنبالش همه چی از دره همه چی از دره خب بچه همه تو رازنی تمام جنس رو بردیری هر کدوم از یه رو بزنی به چه یا نه 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 تمام این بدبختی رو تو رو باره مردی یلا باید دلشی فرار کن یلا مواظب افرادی که توی خونه هستن یک جلو، یک جلو باوری تو کمار رو بازیسی کنی شیدری جان سامن باور کنی چنی اشتباهی نداره اجازه ما هیچی نداری هیچ نداری باشه اجازه بچم کن بچم چی کار کردی خبر میکنم بچه ما رو بری خدایا چه بلایی سرش اومدی خوش بچم بچه ما رو چی کار کردی بچم رو بری بچه ما Come on!
بعدن معلوم میشه. این که موکل من در محضر بازپرس سکوت میکرده علت دیگری دارد که باید معلوم شود. بنابراین استدعا دارم توجه بفرمایید که بیگناه دیگه ارزی ندارد. طبق محتویات پرونده مواد مخدره را از داخل جامدان و بخشه شما در آوردن. بلند شید آخرین دفاع خودتون رو بکنید. قسم بخورید که دروغ نگید. آخرین دفاع خودتونو بکنید. گفتم قسم بخورید که دروغ نگید. عبدالله، طبق محتویات پرونده مواد مخدره را از داخل جامدان و بخچه شما. گفتم قسم بخورید که دروغ نگید. عبدالله، طبق محتویات پرونده مواد مخدره را از داخل جامدان و بخچه شما در آوردم. قسم بخورم. خیلی خوب، قسم بخورم. خدایا به امید تو، ای خدا، خودت میدونی که به خاطر یه موجود بیگناه مجبورم که دروغ بگم. پروردگارا به من کمک کن، منو نجات بده. خودت بهتر میدونی که من انتخاب قسم دروغ نخوردم. هر چه میخواد بگید بلندتر بگید. آقای دادستان حرف خوبی زدن. جونورهایی هستن که اشخاص بیگناه رو به منجلاب فساد میکشن. حرف قشنگی، خیلی قشنگ، ولی درباره کی؟ درباره من؟ من مرد زحمت کشی هستم. کارم صیادی و رعیتیه. یک عمر در گوشه دور از زندگی من خیلی راضی بودم. فقط یک ناراحتی داشتم، اونم نداشتن بچه بود. بچه، بچه بیگناه، طفل معصوم. ادامه بدید. من در تمام مدت عمرم خیلی بدبختی کشیدم، ولی اینم فهمیدم که نباید چیزی رو از خدا به زور خواست. از موضوع خارج بشید. طفل معصوم و بچه بیگناه چه ارتباطی به هم به مواد مخدره؟ این کارا برای مردم ذلت و بدبختی میاره. نه آقای رئیس، دروغه، دروغه. قسم میخورم که اینطور نیست، باور کنید. ادامه بدید، حرف بزنید. Thank you.
میدونم که این دنیا جای من و امثال من نیست. بگین چی میخوای بگم؟ بگین تا بگم. این شما نیستین که میخوای منو مهم. نیل زندگی سرنوشت. آقا چجوری بگم؟ چجوری بگم که هم شماها راضی بشین، هم دیگرون و هم جون یه طفل بیگناه در امون باشه؟ خواهش میکنم از موضوع خارج نشید. از شما خواستیم که بگید این قاچاقا مال شما بوده یا خیر؟ ادامه بدید. سکوت براتون نفعی نداره. حقیقت رو بگید تا شاید تخفیفی در جرمتون داده بشه. آقای رئیس دادگاه، وقتی قرار باشه که من حقیقت رو نگم، چه انتظاری دارم که شما تخفیفی در جرمم بدید؟ ملاحظه میکنین؟ همه معطل این هستن که من بگم من قاچاقچی هستم. قاچاقایی رو که تو چمدونم پیدا کردن بگم مال من بوده. خب مجبور مجبورم که به خاطر نجات طفل بیگناهی بگم که بله بله تمام قاچاقا مال من بوده. اونا رو آورده بودم تا بفروشم. آخه منم دلم میخواست پولدار بشم. حالا راضی شدیم؟ بله تمام قاچاقا مال من بوده. این بیرخ ما بودن که قاچاقشون رو گذاشتن تو کمدون ما. بعدشان بچه‌مون رو دزدیدن. پلیس همه‌شون رو دستگیر کرد. اینا رو باید اعدام کرد. اینا رو باید به دار زد. منو ببخشید آقایون محترم. من از روز اولم گفته بودم که به جز یه مقدار لباس تو چمدون و بغچم چیزی نداشتم. هر چی بوده این جونو برا کردم. به خدا قسم میخورم که راست میگم باور کنید. تو ما رو مسخره کردی یا خودتو؟ اول اقرار کردی حالا انکار میکنی؟ من از مقام محترم دادگاه تقاضا میکنم. این بچه از کجا بود؟ بچه خودمه. نه آقای دادستان، این بچه رو من تو جنگل پیدا کردم، ولی چون لال بود میخواستم بیارمش تهرون، ببرمش دکتر که به این بلیه گرفتار شد. به خدا قسم میخورم که من قاچاقچی نیستم، اینا قاچاقچی هستن. نادر قشنگم، این بچه خواهره بود. برای چیزی که اونو پیداش میکنه 30,000 تومن جایزه تعیین کرده بود. اگه همتون گوش کنین به نفعتونه. همونطور که گفتم اگه اختلاف رو کنار بذاریم بهتر میتونیم موفق شیم. چیزی که هست ممکنه به یک کسی چند تومن کمتر یا بیشتر برسه. عوضش از دست این برادرزن صادق خان راحت میشیم. من تمام کارا رو جور کردم. همین امروز اموال دکتر رو بین خودمون تقسیم میکنیم. صادق خان موافقی؟ خواب میبینم یا بیدارم. مادر جون، مادر قشنگم، الهی قربونت برم. خدایش وایدا چه خبر؟ بازم لاشخورا اومدن؟ بله البته که اومدن. آقا نمیدونین چه خبره. درست همونطور که گفتین مثل لاشخورا نشستن رو دارن دارایی دکتر رو تقسیم میکنن. خدا الهی ذلیلشون کنه.
پس موافقی؟ بله، بله، بابا هیدت، بابا هیدت.